سلام او درناوی د سولې پروګرام ګورئ او زه زمریلی عباسینیم. هغه څه چې تر اوسه پورې د افغانستان تر ټولو توده سوژه او تود بحث دی، د افغانستان د سولې موضوع ده چې د طالبانو سره د روغې جوړې په محور کې راڅرخیږي. تر اوسه پورې او تر دې وروسته راتلونکو څو ورځو او میاشتو کې له وسلوالو طالبانو سره په بېلابېلو هېوادونو کې د خبرو اترو لپاره تابعیا ونیول کیږي. تر اوسه پورې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ که څه هم د خبرو اترو او مستقیمو خبرو زمینه نه ده مساعده شوې، خو په دې برخه کې د بېلابېلو اړخونو لخوا هیله منتیا څرګنده شوې ده. دا ناستې پر کومو مواردو راټولې دي او په ټولو کې مهمه یې د آلمان راتلونکې ناسته ده، بن چې د افغانستان د نوي نظام او د کابو اتلسو کلونو په درشل کې د سرچینې او مبدا په توګه تر ټولو مهم کنفرانس بلل کیږي، هم په همدې ښار کې ترسره شوی او دا ځل هم آلمان دې ناستې ته تابعیا لري. آیا دا به ورته یوه ناسته اوسي چې د افغانستان د یوه نوي نظام په تشکیل کې به اغېزناک رول ولوبوي او که څنګه؟ بل لور ته د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې پر سر شرطونه او د طالبانو نه د تضمین اخیستو مسله چې بیا به القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي، ملاتړ به یې نه کوي او په دې برخه کې باید تضمین ورکړي. هغه څه دي چې څرګند نه دي چې واقعا نتیجه به ورکړي که نه. د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسئله که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر ټولو سخت او جدي دعیه ده، خو تر اوسه پورې دې باندې هم هلته په امریکا او په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې بحثونه روان دي. ډېر اړخونه لا هم تیاره دي، خو یوه خبره چې تر اوسه روښانه ده، له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ تر ټولو جدي پړاو کې ده. تر دې وروسته به څه پېښېږي او دغه ناستې له افغانستان سره څه لري، د سولې په دغه نن شپه بحث کې به مو دا عمده اړخونه وي. خو هغه څه چې تر اوسه پورې د بېلابېلو مقاماتو له لورې د تازه څرګندونې په توګه رامنځته شوي دي، د ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر پاڼې یې پیلو په هغې کې لیکل شوي دي: حامد کرزی در دیدارش با سفیر آلمان در افغانستان روی نشست مسکو گفتگوهای بین الافغانی در مورد روند صلح افغانستان تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از کمک های سخاوتمندانه آلمان برای افغانستان سپاسگزاری کرد و خواهان ادامه حمایت و کمک های این کشور شد. په این حالت که به صلاح الدین ربانی د هند له سفیر سره کتلی دي او په پایله کې ټویټ را څرګند شوی دی چې پکې ویل شوي: ما همچنان در مورد روابط دو جانبه افغانستان و هند، همکاری های منطقوی و تلاش های صلح برای مبارزه در برابر تروریسم جهانی بحث و گفتگو کردیم. اخواتا بیاد ولسمشر غنی مرستیال پر راتلونکو ټاکنو کې او د افغانستان تازه د څو ورځو د کورنیو چارو وزیر او پخوانی د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم په خپل ټویټ کې لیکي: هر زمانی که مذاکرات با طالبان برگزار شود، دستور کار ما این خواهد بود: خروج گروه های تروریستی از افغانستان، قطع فعالیت های استخباراتی و نظامی پاکستان، از بین بردن منابع مالی غیر قانونی و شبکه های مواد مخدر در میان طالبان و ایجاد میکانیزم های اجرایی قابل اعتماد. په دې ترڅ کې بیلابیلو چارواکو خپلې څرګندونې کړي دي، خو وروستي توقعات څه دي او په دې برخه کې د حکومت دریز بیا په کوم لور روان دی؟ د لوی جرګې بحث بیا د همدې ورځو تر ټولو بله توده سوژه ده. برلین د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو په غوښتنه غواړي له اتلسو کلونو وروسته د 2001 کال بن ناستې په څېر بله ناسته ترسره کړي. شپېګل مجلبه یې حکومت پارلمان ته یوه طرحه لیږلې چې پکې ویل شوي په یوه مناسب وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په حضور کې یوه ناسته جوړه شي. د هېواد بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې د ترسره کېدو په تړاو بېخبري ښیي. آلمان د سولې د یوې ناستې کوربه توب ته تیار دی. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ګډون ته د زمینې په برابرولو سره چې هغوی په یوه میز کښېني، دا هغه څه دي چې موږ په خپلې طرحې کې ورڅخه یادونه کړې او موږ بین الافغاني سولې ته اړتیا لرو او ترې ملاتړ کوو. کابل کې هم باور کېږي چې حکومت په ځانګړې توګه د ښاغلي غني ټیم د سولې خبرو ته 5 کلن پروګرام جوړ کړی. سیاسي بهیرونه دا د حکومت لخوا د وخت ضایع کول ګڼي او وایي چې ارګ او د سولې شورا د سولې بهیر په مخ بیولو په لار کې پروګرام نه لري. ماشین شورای صلح مدت شده که از کار افتاده، بهتر است که یک تجدید نظر سر شورای صلح کنن و سر پروگرام های صلح خود. گرچه حکومت هر روز میگه پا میزنه که ما پروگرام داریم برای صلح، ولی ما این پروگرامشان را ندیدیم. د افغانستان ګاونډیان د امریکا او روسیه سره د افغانستان د صلح په بهیر کې ګام اوچتوي، خو د مذاکراتو په پرمختګ کې اصلي خنډ څوک دی؟
طالب آل عسکر یک چند مملکت دیگه است. اهداف از اونا راجع به افغانستان فرق میکنه. پاکستان نمیخواد که افغانستان به پای خود استاد شود. ولسمشری مانی وای ممکن ده افغانستان د سولې لپاره د سیمه او اروپایي ایوادونو د استادو په حضور کې یو کمیټه جوړ شي. او د دې کمیټې موخه د افغانستان د سولې لپاره اجماع ویل کیږي. د طالبان سره د روغې جوړې په دې برخه کې د پرمختګونو نړیوال نظر په حقله د ملګرو ملتونو د عینکو یو ځل ورګورو په دې برخه کې بحث لرو. له اغلې سیما سمر سره شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس ده او په عینې حالت کې د هغه مشورتي بورډ غړیتوب هم لري چې په ملګرو ملتونو کې د سولې په چارو کې جوړ شوی دی. تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. بسیار زیات تشکر میکنیم. دعوت ما رو پذیرفتیم خانم سمر. همچنان من حیث سوال نخست، آیا گفتمان در سازمان ملل متحد در مورد چگونگی مذاکرات با گروه طالبان تا حال صورت گرفته؟ و اگر صورت گرفته، اخیراً موقف در مورد طالبان چی است؟ تشکر از شما. سلام و احترامات خدا به بیننده‌های محترم تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. اولتر از همه پیش از یک دو بحث بریم، درود میفرستم به ارواح شهدای مردم افغانستان و قربانیان جنگ در افغانستان و شفای عاجل از خداوند متعال برای زخمی های جنگ و تروریسم در افغانستان میخواییم. البته این بورد مشورتی که ما عضویتش دارم، ما برای جلسه اولش که باید سبا پرواز بکنم و تاریخ 22 در اونجا اشتراک بکنم، دقیق نمیفهمم که موضوعات چی است. به خاطر از اینکه هنوز اولین جلسه است که ما میرم. قبل از او کسای دیگه که عضو بورد بوده جلسات خود داشتن، راپورایش ما خواندم، در مسئله افغانستان در او مطرح نبوده. حالا در کل اطلاعات شما از سازمان ملل چی است؟ واقعا گفتمان در آنجا تا حال انجام شده؟ بخاطر اینکه شما حالا میرین از بعد افغانستان نمایندگی خواهید کرد در این نشست هایی که احتمالاً برگزار شد. یکی شما اشاره دارین که فردا خواهد بود و آن چیزی که در افغانستان مهم است، حالا گروه طالبان به سازمان ملل متحد کدام چهره داره؟ یک گروه شبه نظامی است، یک گروه سیاسی است، یا گروه جنایتکار؟ البته چون نمیفهمم که در ملل متحد چی بحثا جریان داره، در واقعیت واقعا گپی است که ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مختلف باید در رابطه با صلح کار بکنه. به می خاطر ایجاد شده اساسا. متاسفانه یا نمیفهمم، طالبان تا حالا یک تعدادش در لیست سیاه شورای امنیت است که در سال 2001 بعد از حادثه 11 سپتامبر شامل او لیست شده. هنوز یک تعداد زیادشان هنوز در لیست سیاه است. این ضرورت به یک بحث طولانی تر داره که چگونه مسائل صلح در افغانستان پیش میره تا این قضیه هم حل شود. حالا در کل پس سوال این گونه مطرح میکنیم که در موقعیت و سمتی که تا حالا بودین با ما نظر و موقفتان را شریک بسازین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قبال طالبان چی دیدگاه داره؟ من حیث چی میشناسد؟ سه کتگوری، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی و یا هم یک گروه جنایتکار؟ البته یک گروه شبه نظامی است، متاسفانه در جنگ ها و اینا اشتراک داره. بحث که جنایتکار است یا نیستی بحث بیشتر بحث حقوقی است که ضرورت داره که نهادهای دیگه سر از این تصمیم بگیرن و فیصله بکنن. ولی در واقعیت این است که متاسفانه جنگ در افغانستان بخشای جنایی بسیار زیاد و وسیع داره. چی از طرف طالبا و داعش صورت گرفته در یعنی افغانستان، چی از طرف کم 18 سال خانم سمر شما ندانستین که واقعا طالبان کدام گروز و با آنها چیگونه تعامل صورت بگیره؟ البته شما فکر میکنم که حتما گپای را که ما میزنیم، کارای را که ما انجام میتیم در جریان هستین. وظیفه ما که قضاوت بکنیم که چی است نیست، بلکه حمایت و انکشاف حقوق بشر در افغانستان است. در این جای شک نیست که تخطی های بسیار جدی حقوق بشر از طرف گروه های طالبان در افغانستان صورت گرفته. خب حالا با واژه ها اگر تعامل بکنیم و کنار بیایم، تخطی، تخلف، جنایت،
تخطی که شما اشاره دارین آیا جنایت گفته میشه و اگر کمیسیون به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان وجود داره نظرشان در این روان مهم خواهد بود؟ مندار نظرشان مهم است به خاطر از اینکه مثلا اگر حمله سر مناطق ملکی را چی حمله سر شفاخانه باشه چی حمله مثلا سر جنازه باشه چی حمله در مکتب باشه چی حمله سر تظاهرات اینا باشه جز جنایت جنگی و جنایت ضد بشری است در یک جای شک نیست ولی مرجعی که تمام قضایا را تحقیق جنایی بکنه ما نیستیم متاسفانه پس کی ها باید این کار را بکنه؟ حکومت افغانستان مسئولیت داره نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شما تایتل و عنوان به طرف ها نمیتین و اگر شما راجستر میکنین جنگ جنایی مسائل و ابعاد جنگ جنایت و همچنان تخلفات حقوق بشری پس در کدام کتگوری طالبان دیده میشه؟ نزد شما آیا کدام کتگوری وجود داره؟ 18 سال ثمرش چی بود؟ و بالاخره به کدام سمت خواهد رفت؟ من فکر میکنم که امور هم که گفتم نهادهای دیگه مسئولیت دارد و رابطه بحث بکنه از دید ما حمله بر مناطق ملکی از هر طرفی که صورت بگیره جز جنایت جنگی و جنایت ضد بشری است اگر ما میاییم به نتیجه میرسیم در گفتگو و مذاکرات با طالبان نظر شما چی خواهد بود؟ به نظر من ضرورت اول خود باید خزود نتیجه نمیته نظر من نظر مردم افغانستان است هر قدر که ما در قضایای صلح افغانستان نظر قربانیای جنگ شریک بسازیم که هیچ کس حق نداره حق مردم یا حق قربانی را ببخشه بازو وقت ما میتونیم به یک نتیجه برسیم که ممکن است که چی نوع جنایت است غیر از او نهادهای عدلی قضایی افغانستان مسئولیت داره در این رابطه گپ بزنه همچنان آی سی سی محکمه جزایی بین المللی مسئولیت داره که در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و جنوساید یا نسل کشی در افغانستان مداخله کنه خوشبختانه افغانستان در سال 2002 به محکمه جزایی بین المللی پیوسته و باید مداخله بکنن به خاطر از اینکه جنایات جنگی و جنایات ضد بشری که در افغانستان صورت میگیره باید خاتمه پیدا بکنه چه فکر میکنین نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چقدر جدی خواهد بود چقدر قابل پذیرش خواهد بود ما دادخواهی خود میکنیم چون ما یک طرف قضیه نیستیم طرف جنگ نیستیم ما مثلا اگر قرار باشه که تخطی از حقوق بشری هر طرف صورت بگیره مثلا اگر طالب زندانی است اگر شکنجه میشه ما از او دفاع میکنیم نه به خاطر طالب بودنش به خاطر انسان بودنش دفاع میکنیم موضوع مهمی که شما اشاره کردین قرار است فردا بروید و برای نخستین بار در نشست بورډ مشورتی سازمان ملل متحد در مورد صلح اشتراک بکنین دیدگاه شما چی خواهد بود در این مورد و آیا اجندای در این مورد با شما شریک ساخته شده آیا از طرف شما من حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یک عضو مهم این بورډ نظریاتی هست که فکر میکنین با آنجا خواهید گفت بله من فکر میکنم یکی از گپایی که ما تاکید میکنیم و اونجا هم تاکید خواهد کردم رسیدگی به درد و رنج قربانی ها است. صلح عادلانه است در افغانستان. ما صلح های قبلی داشتیم در افغانستان در 41 سال جنگ صلح ژنوا یک است که منجر به خروج نیروهای اتحاد شوروی و زمان از افغانستان شد که البته امو صلح هم 7 سال زمان در بر گرفت تا به یک نتیجه رسیدن. بعد از او مصالحه ملی دکتر نجیب بود باز ما نیروهای دیگر دیدیم که صلح کردن در مکه معظمه رفتن صلح کردن اینا ولی ما هنوز به صلح پایدار در افغانستان نرسیدیم یکی از دلایلش از دید ما عدم رسیدگی به درد و رنج قربانیای جنگ است و عدم پاسخگویی به مسائل است حال حتمی نیست که پاسخگویی زندانی کردن افراد باشه یا پاسخگویی حتما اعدام افراد باشه ولی حداقل پاسخگو بر اعمال یا جنایات بین المللی که جنایت جنگی و جنایت ضد بشری و نسل کشی از جمله جنایات بین المللی از سور کس بخشیده نمیتونه حالا پیوند مهمی که با این بحث خواهد داشت مسئله برآمدن از لیست سیاه بعضی از گروه های یا اشخاص مهم طالبان است ما دیدیم در نشستی که قرار بود 18 فوریه در اسلام آباد برگزار شد طالبان یک اعلامیه پخش کردند و گفتند که
در اثر در بلک لیست یا لیست سیاه بودن ما نتانستیم به این نشست اشتراک بکنیم و این یک چالش و یک مانع است به خاطر ادامه روند مذاکرات و صلح با طالبان. آیا چانه‌زنی ها در این مورد خواهد کرد که با این مسئله چی شوه؟ پروسه صلح در جریان است و باید گروه طالبان و هیئتی که آنها در این مورد مشخص کرده که حدود 14 نفر است باید سفرهای داشته باشند، اینها باید از این لیست براید یا چگونه برخورد صورت؟ البته می خواهیم بگویم که هنوز مذاکراتی که در رابطه با صلح میشه ابتدای مذاکرات اصلی است. به این زودی توقع نکنیم که همه چیز حل میشه. در رابطه با اینکه طالبا نتونستن سفر بکنن، من به این عقیده هستم که تعداد طالبا در پاکستان حضور داره، ضرورت به پاسپورت نداشتن که اسلام آباد برن. به او خاطر است که مسائل سیاسی داخلی از اونا رو من نمیفهم، ولی واقعیت همی است. و من فکر میکنم که تا زمانی که تعهدات طرفین جدی شوه و ضرورت شوه که اینا از لیست سیاه بر سفر کردن بر مذاکره بیشتر صلح، نیاز است که ضمانت های داده شوه در این رابطه. اما با قید همی که ما فکر میکنم هر صلح را، هر نوع صلح را یا تلاش هایی که صورت میگیره در افغانستان، اگر در او ارزش های حقوق بشری و عدالت پامال شود، ما صلح پایدار نخواهد داشتیم. ما امیدوار هستم که طالبایی که در قطر شده و نمایندگی میکنن از طالبا در داخل افغانستان واقعا نفوذ داشته باشند سر طالبایی که عملا در افغانستان جنگ میکنن. و به عنوان یک شهروند افغانستان از طرفین منازعه میخوایم که مقدار انرژی و امکانات را که ما در رابطه با جنگ مصرف میکنیم، ما هر طرفه میکشیم، در 41 سال گذشته ما کشتیم یک طرف هر طرفه، چی حاصل کردیم؟ بنان نیاز است که ما صادقانه انکار نکنیم از موجودیت یک دیگه و متحدانه طرف آبادی افغانستان بریم که نسل های آینده ما شاهد انفجار انتحار و اینا نباشه. خانم سمر، شما شاهد هستین زلمه خلیزاد من حیث نماینده خاص ایالات متحده امریکا در پیوند به صلح افغانستان نشست تا سفرها و حرکات و ابتکارات انجام داده است و حالا هم در جریانش است. از سوی هم بعضی از سیاسیون نظام فعلی افغانستان و متنفیزین حکومت قبلی افغانستان شرکت کردند در نشستی در مسکو و صحبت های مستقیم به بار اول با گروه طالبان داشتن یا هیئتی که از طرف اونا گماشته شده، ولی حکومت هنوز به باور بسیاری ها و نظر به گزارش ها و واقعیت های عینی در انزوا و حاشیه مانده است. طالبا هم تا حال در این مورد واضحا چیزی نگفته که حکومت باید سهم بگیره و حکومت هم در این پیوند فقط امیدواری میکنه که گفتگوهای باید صورت بگیره که به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان باشه. نگرانی شما چی هست در این مورد و مشوره شما که به بورد مشورتی سازمان ملل در این پیوند میتین، کدام مشوره هاست که فکر میکنین در نظر گرفته شد؟ من فکر میکنم که مذاکراتی که چی در مسکو شده، چی در قطر شده، چی در ابودبی و اینا شده، اگر در همکاری و توافق و هم نظری با حکومت افغانستان صورت بگیره هیچ مشکل نداریم. به خاطر از اینکه از هر پروسه که ما را به صلح پایدار و صلح عادلانه تاکید میکنم برسانه، از او باید پشتیبانی بکنیم. به نظر من صلح مسکو هم مشکل نبوده، خوب بود که حداقل بعضی نیروها حداقل روبرو شیشتن و در رسانه ها نشر شد. ممکن است که یک تعداد کسا قبلا هم ارتباط داشتن یا تماس هایی داشتن، اما بسیار علنی نبوده. این یک مقداری از گپ است. ولی تلاش مشوره ما بیشتر این است که حکومت افغانستان تلاش بکنه که گروپ را که ایجاد میکنه برای مصالحه یا برای گفتگو با طالبان یا گروپ مشورتی هر چیز را که ایجاد میکنه مردم اشتراک بده. عالی، مردم جدای از قوم، جدای از طرز تفکر سیاسیشون، جدای از زبان و مذهب و دین و گپایشون، مردم افغانستان و به خصوص زنای افغانستان باید اشتراک داشته باشه. ما شما در تمام قضایای گذشته که در افغانستان صورت گرفته، زنا در میز مذاکره نبوده. حتی آخرینش که با حکمتیار بوده، زنا در میز مذاکره نبوده. کاغذ دادن در دست یک از همکارای ما خان، او بحث جداست. اما در میز مذاکره که در چین زنی باشه و تاکید بکنه سر حقوق زنا و اشتراک زنا در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی سرنوشت آینده افغانستان نبوده.
بنام ما زمین نشست مسکو خانم فوزیه کوفی حضور بله در نشست مسکو دو خانم بود به یک شکل ما دعوت بودم متاسفانه نتونستم قرار بود که هلمند بروم امروز در تیاره شده بودم که باید هلمند بروم نمیشد که مسکو بروم اما منایش یعنی حضور زنها حتمی است ولی تعداد زنها کم است تعداد زنها باید زیادتر شود مسئله خیلی مهم و جالب اشاره کردین یعنی از شما دعوت شده بود که باید به نشست مسکو حضور داشته باشین و شما نتانستین چون هلمند میرفتین حالا نشست مسکو که به بار نخست با طالبان گفتگوهای مستقیم صورت میگرفت و شما هم میدانید که افغانستان صلح بیشترین نیاز است و اولین ترین نیاز است که باید به آن پرداخته شود و از سوی هم هلمند یعنی در هلمند چی بود؟ کدام مورد بود که شما فکر کردین که از نشست مسکو مهمتر است پس اشتراک نکردین؟ البته ما در موبایل تیاره بودم منتظر پرواز که زنگ زدن پاسپورت خود روان کنم بنانی ممکن نبود دیگه و دو روز به مسئله مسکو مانده بود برای از او شما میفهمین که اکتداد ما باید اجازه سفر از رئیس جمهور بتانیم بگیریم در دو روز ممکن نیست که اجازه سفر آدم گرفته بتانه اما شایعات در این مورد وجود داره که واقعا همین مورد دوم که شما اشاره دارین رئیس جمهور به شما اجازه نداد که شما مسکو برمید نه هیچ رئیس جمهور در جریان قرار نداره دفعه اول است که من بسیار علنی میگم که من دعوت شده بودم دعوت تو نبوده که دعوت نامه یک هفته قبل روان شده باشه نه روز شنبه ما در ماه بین تیاره شده بودیم بر ما زنگ زدن ساعت 11 بجه روز بود که پاسپورت خود روان کو که ویزا بگیرن برای مسکو ما عملا پاسپورتم در وزارت خارجه بود برای ویزه امریکا اپلای میکردم یعنی ممکن نبود که امی تمام مسائل لوجستیک از ایره ما بتونم حل بکنم در غیر از او من فکر میکنم که واقعیت ها امی است که طالب هم یک واقعیت است حکومت افغانستان هم یک واقعیت دیگه است و مردم افغانستان هم نسل جوان افغانستان که شما نمایندگی میکنین از اونا یک واقعیت عینی این کشور است ما باید تلاش بکنیم که بتونیم اینمی واقعیت های افغانستان یک جا بکنیم و صادقانه بدون خواستای شخصی خود طرف یک صلح پایدار بریم و در اونجا از عدالت نباید چشم پوشی شود تاکید میکنم که از عدالت نباید چشم پوشی شود و حقوق بشر و حقوق زنان نباید قربانی شود در غیر از او مورد دیگه جنگ دوام پیدا خانم سمر به یک بحث دیگه که پیوند داره به این همه و ظرافت ها و حساسیت هایی که پروسه صلح داره پیچیدگی هایی که در این مورد دیده میشه و هنوز هم نگرانی هایی که وجود داره بعضی از موارد خیلی روشن است طالبان هنوز هم خیلی ها روشن نساخته که واقعا اراده در نهایت داره با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم شود یا نه حکومت هم متهم است که نمیخواهد گفتگوهایی که منجر به صلح واقعی در افغانستان شود و در آنجا منافع ملی افغانستان مطرح باشد بلکه قدرت و ادامه حکومت مبحث است البته نظریات فعلی بعض طرف های همین طور است از طرف دیگر هم گروهی دیگری که به نمایندگی از نظام افغانستان با طالبان در مسکو نشست کردن متهم است که گویا آنها در صدد به دست آوردن قدرت هستند یعنی یک بی‌اعتمادی داخلی در افغانستان در پیوند به صلح است یک توحید نظر هنوز هم یک مشکلی است که ما عدم آن را مشاهده میکنیم شما چی فکر میکنین این توحید نظر و بی‌اعتمادی داخلی در افغانستان در پیوند با مذاکرات با طالبان چی عواقب با خود خواهد داشت؟ ما میخوایم بگویم که ما به عنوان یک شهرونده که در 40 سال با از حکومت چپ خلقیات تا حکومت راست طالبا و حکومت فعلی در جریان تمام قضایا بودیم میخوایم بگویم که ما بسیار عجله نباید بکنیم هنوز ما در شروع صلح هست مذاکرات هستیم برای اصل مذاکره به او خاطر نباید به اعتمادی زمینه عدم اعتماد ما را ایجاد بکنه یعنی پاشیدگی بیشتر ایجاد بکنه هر قدر ما متحد باشیم همون قدر میتونیم قوی عمل بکنیم این خواست همه مردم افغانستان است به مو خاطر است که ما باید خواست مردم افغانستان را در نظر بگیریم این حکومت افغانستان مسئولیت داره که خواست مردم افغانستان را در نظر بگیره و نباید هم تلاش بکنیم که حکومت افغانستان را در حاشیه برانیم بالاخره برای آوردن این نظام با آوردن امی حکومت
ما هزارها هزارها صد هزار بیشتر از صد هزار قربانی دادیم. این گپ بسیار آسان نیست. بسیار آسان است آدم عدد بگویه، ولی صد هزار نفر یا 45,000 نفر تنها نیروهای امنیتی است، در حدود 50-55,000 نیروهای ملکی افغانستان تلفات داده بر نظام فعلی. تنها در زیر سوال بردن وحدت ملی، البته زیر سوال بردن حکومت فعلی افغانستان. البته من از حکومت 2002 به این طرف میگم جفا است به خون کسایی که خون شانه خونهای پاک شانه در ایران ریخته، و ما اگر قدر قربانی ها و خون همه جوانای خود و پیرای خود و زن و مرد و طفل خود ندانیم، ما به صلح نمیرسیم. به سپاسی است به خون از ما، و این خودش نشاندهنده از این است که ما نیت پاک نداریم برای آوردن صلح در افغانستان. از طرفی کی بیشتر این نیت دیده نمیشه به نظر شما؟ من فکر میکنم از طرف این قضیه باید ایره توجه بکنه، ایتونی که من متهم کنم که کی نیست. طالبان باید بفهمن که دقیقه سالا که کشتن و کشته دادن، چقدر سال دیگه میخواین بکشن و کشته بدن. من حیث آخرین بحث خانم سمر، بسیاری ها به این اعتقاد هستند که نشست بن که در ابتدای نظام فعلی به وجود آمد، حدود چیز کم 18 سال قبل که به آنجا گروه های دیگر در آن نشست شرکت و سهم نداشتند و بالاخره منجر به ادامه جنگ و بدبختی های تا امروز شد، آیا نشستی که قرار است با در نظر داشت مسئولین و مقامات جرمنی که گفتن اینا آمادگی دارن به یک نشست مانند بن که در آنجا یک بار دیگر موضوع نظام آینده افغانستان، موضوع صلح و حضور و سهم طالبان در روند سیاسی افغانستان باشد، فکر میکنین که واقعا این نشست میتونه یک نحوه اشتباهاتی که در گذشته صورت بگیرد دوباره جبران بکنه؟ البته میخوایم بگویم که بن با تمام اشتباهاتی که داشته یک مرحله خوبی از تاریخ افغانستان بوده. این رو به خاطر از این نمیگم که ما جزش بودیم، به خاطر از این میگم که واقعیت همی است در افغانستان. البته در رابطه با نشست آینده پیش از پیش ما پیش بینی کرده نمیتونم، ولی تاکید میکنم که در صورتی که اکثریت مردم افغانستان از این پروسه حمایت بکنه، مردم افغانستان هم مخالفین حکومت است هم طرفدارای حکومت است، در این اشتراک بکنه و به یک نتیجه برسن، گپ خوب است. ما تقدیر میکنیم با پیچیدگی هایی که مسائل افغانستان داره، در قضیه افغانستان تنها افغان ها شامل نیست متاسفانه، کشورهای منطقه دست داره، کشورهای فرا منطقه دست داره در قضیه افغانستان. امیدوار هستم ما از تاریخ درس بگیریم. من رقم که گفتم وقتی که قرارداد ژنو امضا میشه بعد از 7 سال، نتیجهش مشکلاتی که ما داشتیم او بود، حالی که ما عجله میکنیم که در چند ماه مسئول هم میاریم، به نظر من بسیار اشتباه است. ما نباید این خیال در سر خود بپرورانیم که ما در چند ماه آینده افغانستان به طرف یک صلح میبریم. هر طرفی که ادعا کنه به نظر من اشتباه میکنه. بسیار زیاد تشکر میکنیم خانم سمر که دعوت ما را پذیرفته بودین و در این گفتمان با ما شرکت کردین. زنده باشید. تلگزن روستار از او در سول پنور و معاکس و او مخالف آرخون و هم تمکیگ و ملتیم او کنید. آلمان در افغانستان در سول پا تراو یوی نوی ناست تا مادگی لری در بون ناست تا ورطه و ناست بلل کیگی، خو پختنه داده چه دغا ناست تا ترسرکی دون که دا چه پاگی که مخالف اړخونه هم ښایي حضور ولري، یعنی په نړیواله کچه د قدرتونو د استازو حضور، یوې خوا د روسیې او بلې خوا د امریکا د چارواکو حضور په دغه ناسته کې، په داسې حال کې چې دواړو له طالبانو سره د خبرو اترو پړاویز مراحل هم ترسره کړي دي او په هغې کې د سولې په راتګ باندې ظاهرا ټینګار شوی. خو بن کیدلی شي د تیرو څه کم 18 کلونو د تیروتنو یو جبران واوسي او که نه، او دغه ناسته کې به د ګډون لپاره آیا وسلوال طالبان هغه څه ومني چې په تیر کې د پریکړې له مخې اوسنی نظام رامنځته شو؟ په عینې حالت کې تر ټولو جدي مسله دا ده چې دا ځل به بن په افغانستان کې د کوم نظام بنسټ احتمالا کیږدي. بس پریکړو سره دلته په سوله سټوډیو کې د په قطر کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په عینې حالت کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز پخوانی رئیس صفت الله صافی موجود دی.
او په ورته حالت کې د ویډیو کانفرنس او سکایپ لارې د نړیوالو چارو شنونکې وایس ناصری له آلمان څخه را سره پلی کړی. په پیل کې ورځو آلمان ته ترڅو د آلمان لخوا د راتلونکي ناستې په تړاو د آمادګیو په هکله له هغوی سره خبرې وکړو. آقای ناصری سلام به شما و در عین حالت اگر لطف کنین بفرماین آیا آگاهی در مورد این دارین که آلمان تا چه حد آماده است که یک بار دیگر به یک نشست بزرگتر و سرنوشت ساز برای افغانستان شاهد مذاکرات و گفتمان صلح باشد؟ با عرض سلام و اظهار سپاس و امتنان از شما، از اینکه باز هم میهمان برنامه شما هستم. قسمی که شما گفتین در مطبوعات آلمان هم آمده که کشور آلمان باز هم برای ایجاد یک کنفرانس جدید افغانستان یا کنفرانس سوم افغانستان میزبان باشه. در 2001 کنفرانس تاریخی را در آلمان ما شاهد بودیم که بعد از سقوط رژیم طالب ها و حضور جامعه جهانی در افغانستان، آلمانی ها به حساب یک دعوت را انجام دادند که در پایتخت سابق آلمان در حومه شهر بن در یکی از قصرهای تاریخی که اکثرا مسائل سیاسی جهان در اونجا کنفرانس های دایر شده بود، در پیترسبورگ یا کونیکس وینتا اونجا برای نوروز جلسه دایر شد در ارتباط با صلح افغانستان و برآوردن یک نظام در افغانستان، که در 2001 مشاهد تشکیل حکومت موقت و همچنان تدویر لویجرگی استراری و حکومت عبوری و بالاخره انتخابات و همین نظامی که امروز در افغانستان در 16-17 سال گذشته به حساب روی کار است در آلمان اساس و بنیاد گذاشته شد. در 2011 هم 10 سال بعد از کنفرانس اول، کنفرانس دوم برای جمع‌آوری کمک ها و برای بررسی این که کنفرانس بن چی پیامت هایی داشت، چی دستاورد هایی داشت در بن ما شاهد بودیم. از در پروسه دوم کابل یا کنفرانس دوم کابل در مارس 2018 برای اولین بار فرستاده خاص دولت آلمان آقای مارکوس پتسل اعلان کرد که آلمانی ها یک بار دیگه علاقه مند هستند تا میزبان صلح کنفرانس صلح افغانستان باشد. آقای ناصری، حالا سوال همینجاست که چرا آلمان در قبال افغانستان باید اینقدر جدی باشد؟ ما شاهد بن بودیم و در طول تاریخ افغانستان جرمنی کشوری بوده خیلی فعال بوده از لحاظ سیاسی و فعالیت ها و دیپلماسی شان که در افغانستان پیاده شده، این بار چرا علاقه مند است؟ مفاد و منافع جرمنی در قبال چی است؟ بعد از پایان جنگ جهانی دوم آلمان به دو کشور تقسیم شد و آلمان بسیار زیر تاثیر سیاست های امریکا و متحدین قرار داشت، ولی آهسته آهسته بعد از اینکه جنگ سرد خاتمه یافت و آلمان به وحدت خود دوباره رسید، اینجا آلمان من حیث یک قدرت بزرگ اروپایی و همچنان در جهان چهارمین اقتصاد جهان داره و آلمان بزرگترین کشور و از نظر اقتصادی در اروپا قوی ترین است. در کنفرانس اول بن به همکاری و به هدایت امریکایی‌ها شاید کنفرانس آلمانی‌ها مدیریت کردند، ولی در این 15 سال آخر سیاست های آلمان داره آیسته آیسته از امریکا دور شده میره. آلمان من حیث یک قدرت در جهان مطرح است، مخصوصا که در شورای امنیت میخواه عضو دائمی باشه و از اقتصاد خود و از نفوذ خود در اروپا و جهان استفاده کنه. در ارتباط به صلح هم اگر توجه کنین، آلمانی ها در افغانستان دومین نیروی نظامی را دارن و بیشترین کمک های در طول 15-16 سال گذشته از آلمانی ها در افغانستان سرازیر شده. آلمان علاقه داره که در نقاط مختلف جهان، مخصوصا در نقاطی که از نظر سوق الجیشی و جیوپولیتیک اهمیت داره، نقش و نفوذ خود داشته باشد در رقابت با کشورهای اروپایی، در رقابت با امریکا. در کنفرانس اول امریکایی ها رول اول داشتند در 2001، ولی در فعلا آلمانی ها در یک رقابت تنگاتنگ با امریکا حضور دارند و می خواهند که از کاروان سال، از کاروان گفتمان، از کاروان کنفرانس سازی ها پس نمانند، چرا هم قدرت اقتصادی دارند هم قدرت سیاسی دارند. فراموش نکنیم که در اروپا یک تحول جدید رخ داده و او عبارت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هست. با رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا، آلمان ها فعلا یکتاز میدان اروپا هستند و میخواهند در مسائل جهانی هم بی تفاوت نباشند و به این خاطر میخواهند که در یک گوشی از مسائل افغانستان اینا نقش خود بازی کنند و افغان ها
بیشتر علاقه من به آلمان شاید سپاسگزار آقای ناصری دوباره برمیگردیم به موارد مربوطه صافی صاحب په ټوله کې لنډ جواب لومړی په دې راکوئ یعنی خپل نظر راکوئ په دې هکله چې دا ځل د جرمني ناسته تاسو څنګه ارزوئ واقعا د افغانستان لپاره بیا هم ډېره برخلیک ټاکونکې وي د نظام د بدلون بنسټ به کیږي که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او د میلمه ته او د آریانا لیدونکو ته علیکم السلام زما په باور باندې د وخت نه مخکې ده البته چې د دریم بن موضوع د شایع په حد کې د دوه کالو نه را په دیخوا هم په کابل کې او هم په نورو د تصمیم نیونې مراکزو کې د دې نه بحث کېده ولې علنن داسې څه نه و راغلی زه به تر ډېره بریده پورې د هغه میلمه چې د المان نه وغږېد د هغې سره د هغه د نظر سره موافق نه اوسېږم چې دا د یو رقابت په حد کې د امریکا د متحده ایالاتو د هڅو چې د سولې موضوع په برخه کې پیل کړي دي په دغه کې د المان دغه ابتکار راځي معمولا زه فکر کوم چې د اوسه پورې هم المان په رسمي ډول باندې لا اعلان نه دی کړی نیټه د دغه کنفرانس معلومه نه ده زما په باور باندې دا به هغه اخري یو فارمیټ وي که چېرته موږ د سولې نهایي موافقې ته رسیږو چې هغه هم زمانګیره وي شاید دومره زر ممکن نه وي لکه څومره چې بحث کیږي اما په عین وخت کې دا یو لوی پروسې سیاسي پروسې د افغان ستونزې د حل په موخه باندې آغاز دا هم یو ښه خبر دی هم زموږ لپاره په داخل کې د افغانستان خلکو لپاره او هم د افغانستان سیاسي نظام لپاره یعنی دا ښه خبر دی چې یو سیاسي پروسه عملا پیل شوه ولو که دغه پروسه په لومړی پړاو کې د ستونزو سره مل ده تفاوتونه شته د دیدګاهو لا تر اوسه پورې دلته افغاني اجماع چې په هغه کچه چې هغه میکانیزم تعریف کړي چې د سولې په برخه کې موږ په کوم طرف باندې ځو په څه ډول ځو دا لا تعریف نه دی اما دغه خبرونه د المان په برخه کې زه فکر کوم دا د زلمی خلیلزاد د سفر نه وروسته المان ته او اروپا ته بروکسل ته چې د ناټو مرکز دی دا ولاړ او د دې سفر نه وروسته دغسې یو څه راووتل دا پر دې معنی ده چې د پردې تر شا شاید بحث شوی وي چې په المان د هغه هیواد په توګه چې د افغانستان سره یې تاریخي یعنې غواړئ ووایئ چې په المان کې به ناسته بیا د یوې نتیجهګیرۍ په توګه رامنځته کیږي او ټول هغه څه چې راتلونکی نظام پکې مطرح دی د افغانستان برخلیک پکې مطرح دی هلته به آخري ناسته کیږي ګورئ د اول بن موضوع که د اوس لپاره یو داسې یو څه په نظر کې وي دا ډېر فرق لري اول بن کې موږ په ګرم حالت کې وو دلته نړۍ راغلې وه او نظامي ماتې طالبانو خوړلې وه او دوی افغان ډلې مخکې له دې نه چې سیاسي ترتیبات د دوی سره البته تفاهمات وشي دوی وغوښتلې او هلته تر لسو ورځو یا تر د دې نه ډېر یعنې دوه هفتو نه ډېر هلته پاتې سو دغه د سیاسي نظام نوعیت او چې تر ډېره بریده پورې د امتیازات او د قدرت ویش وه بیا خو سیاسي نظام پریکړه دلته د افغانستان خلکو په لویه جرګه کې او د قانون اساسي موضوع وه چې هغه هلته دغه پریکړه نه ده سوې زه فکر کوم چې دغسې فارمټ که راځي په المان کې یعنې بیا هم د دریم بن موضوع ممکنه وي هغه به د سولې د نهایي موافقې نه چې د افغانانو تر منځ کیږي د یو نړیوال حمایت اخستل د سیمه ایز حمایت اخستل او دغه تضمینونو موضوع چې مطرح کیږي د دغسې یو نړیوال فورم نه به نظر ته په کتو صافی صاحب ولې المان دومره مهم دی چې همیشه تر ټولو غټه ناسته تر ټولو غټ قدم باید په المان کې په ځانګړې توګه بن کې واخیستل شي زه فکر کوم چې دا تنها المان مهم نه دی په نړۍ کې ډېری هیوادونه دي سویس دی دغه سیز موږ په منځني ختیځ کې هم هیوادونه شته چې معمولا دغه سوله ایز ساس پیمانونه تړل کیږي دوه خبرې دي یو که المان دلته په جګړه ایز ماموریت کې هم ښکیل وه دا باید د پامه ونه غورځول شي چې المان د طالبانو سره اړیکې هم درلودلې او دغه اړیکې د 2009 نه پیل وې یعنې په دویم بن په چې کله په المان کې په 2011 یا 2012 کې دویم بن دایره ده همالته د طالبانو استازي هم و ولې په کنفرانس کې نه و یعنې دا د دوی اړیکې د طالبانو سره او د المان سوله ایز سیاست او د دوی بی پریتوب کېدلی شي چې یعنې دا هم یو برخه وي بل دویمه ډیره مهمه خبره دا ده چې د سولې اصلي مذاکرات او ابتکار خو اوس د امریکا متحده ایالات مخې ته وړي هغوی هم دا دلچسپي لري چې خپل متحدین په یو نوه راښکیل کړي دې پروسه کې یعنې دا هڅه که متحدین یا هغه ستر هیوادونه یا هغه مؤثر هیوادونه په افغان سوله کې که هغوی موږ سایډ ته وخو د سولې پروسه بیا متاثره کیږي نو زه فکر کوم چې په عین وخت کې دا چې ابتکار د امریکا متحده ایالات
په دې سیمه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې په هغې لا تر اوسه پورې شک موجود دی. امید لرو چې دغه شک په زودترین فرصت باندې له منځه ولاړ سي. اما نور متحدینو راښکیلېدل د پروسې د کامیابۍ او د موافقت سره مرسته کوي، هغه که المان وي که هغه د سیمې نور ستر هیوادونه وي. نو زما په باور باندې دا هر څه چې کېږي دا که اوس دې ته راشو چې یو ضربل اجل تخمیني او د اټکل تحلیل له مخې په پام کې ونیسو، تاسو وایئ چې ژر به دا کار ونه شي، ډېر نور هم په دې باور دي که احتمال ونیسو د سولې پروسه وغځېږي، خبرې اترې لا هم دوام پیدا کړي، بېلابېل ناستې او د زلمي خلیلزاد سفرونه او بالاخره دا چې حکومت دې پروسې ته داخلي کنه او دغه مسالې یوې خواته شي، څومره وخت به ونیسي په ټوله کې تر څو بن د یوې لویې ناستې شاهد؟ سخته به وي چې سړی دقیق نیټه وړاندې کړي، ځکه هغه د هغه ښکېلو اړخونو پورې اړه لري. اما موږ زه دومره ویلی سم چې موږ لا تر اوسه پورې په ابتدایي مرحله د سولې د پروسې په برخه کې یو. په اوسنۍ مرحله کې د هر څه نه وړاندې دلته په افغانستان په داخل کې هغه یو د موقف انسجام ته ضرورت دی، او په دې برخه کې زه فکر کوم په دې اواخرو کې پیشرفت سوی دی. حکومت هم پرون د دې نه بحث کوو چې دغه مذاکراتي ټیم کیدلی سي چې وسیع شي، همه شموله سي. سیاسي قوتونه هم د دې طرفدار دي چې هغه د حکومت سره په دې برخه کې د نظر ورته والی رامنځته کړي. لویه لکه څنګه چې خلیلزاد پرون په خپله مرکه کې په ډېر ډیپلوماټیکه ژبه دې ته اشاره کوله چې ستونزه اوس په کابل کې ده، هغه دا ده چې دلته واحد نظر نشته. په دې هم راځو چې واحد نظر شته کنه، خو که بیا هم ستاسو نظر ولرو صافی صاحب، میاشتې به وخت ونیسي، کلونه به وخت ونیسي، څه وخت به چې د افغانستان د سولې نتیجه به په جرمني او بیا په ځانګړې توګه احتمالا بن کې؟ زه فکر کوم چې دا یو پیچیده مسله ده، د اړخونو د صداقت او د دوی د عمل پورې اړه لري. طالبان عملا آیا غواړي چې په افغانستان کې د آینده سیاسي پروسې په صادقانه ډول برخه شي؟ د سیمې هیوادونه د پاکستان رول ډیر مهم دی چې هغوی اجازه ورکوي طالبانو ته چې دغه اثر چې هغوی سره و په تېرو کلونو کې هغوی په دې غواړي یو سیاسي اثر بدلېدلو سره یې موافق نه دا چې اوس راځي هغه صدقه ګورئ. په دې مرحله کې زه فکر کوم مثبت پیامونه لیږلي د دې نه چې عملي دغه شی په لنډ وخت کې عملي سي. زه فکر کوم دا پر دې معنا ده چې یعنی طالبانو ته او هغه نور ښکېلې خواوې چې دي هغوی ته دا پیام لیږل کېږي چې ګورئ، تاسو سره چې نړیواله ټولنه په مذاکراتو کې بشته ده او هغه اصلي طرف چې افغان اړخ دی چې هغه هم په زودترین فرصت باندې ورښکېلېږي، یعنی موږ تر اخره پورې اماده یو چې دغه پروسه ورسو او په موافقت سره ورسو. یو تفاوت دلته بل دی جناب، دلته په هیواد دننه سره باندې نور پور تړلي مسائل سي، په دې هم بیرته راګرځو بحث پرې کوو. آقای نصری کتاب فرماینه یا در آلمان در این مورد چیزی گفته شده از سوی رسانه ها، مقامات و یا منابع دیگری که این نشستی که قرار است در مورد صلح افغانستان باشه و جناهای مختلف شرکت بکنه چی وقت برگزار میشه؟ کنفرانسی که اگر دایر شود، کنفرانس سی اون بون یا کنفرانسی برای آوردن صلح در افغانستان، منوط و مربوط می باشد به مذاکرات بین الافغانی که باید برای بفته و همچنان اون مذاکراتی که در قطر و در جای دیگه میان امریکا و طالبان و کشورهای منطقه جریان داره. در بون گفته میشه در مطبوعات آلمان آمده که وقت زمانی که دولت افغانستان و طالب ها پای مذاکره هم بینشینند و با هم به حساب روی روی مذاکره کنند و سیاسیون افغانستان میتونند که بر اجماع همچون و گفتمان بن جایی باشه که بر آینده سیاسی افغانستان و تعیین سرنوشت و تفاهماتی که میان افغان ها صورت میگیره، آلمان و شهر بن یک بار دیگر در خدمت افغان ها باشه. پس برمیگرده به نتیجه مذاکرات بین الافغانی، بخصوص بین هیئت طالبان و حکومت افغانستان. اگر پاسخ اینچونین است، امروز مهمترین بحث هم همین است که در کل حکومت زمانی که نشانه گرفته میشه گفته میشه که حکومت نه ارادی به یک صلح واقعی داره و نه هم میکانیزم و ساختار در دست داره که بتانه با عملی کردن بعضی از برنامه های مفید و اثرگذار بتانن به یک صلح منجر شوه. آیا شما هم فکر میکنین که اگر حکومت همچنین حرکت میکنه که نظر شما را در این مورد میخواهیم و اگر ادامه پیدا بکنه واقعا پروسه با بنبست مواجه خواهد شد؟ امی لازم پروسه صلح برای مردم افغانستان، مخصوصا برای دولت مردا و کسانی که سیاسیون افغانستان در افغانستان در داخل افغانستان به بنبست رسیده، به خاطر که اینا به یک اجماع ملی به یک توافق نرسیدن.
امو چیزی را که آقای خلیزاد دیروز گفت، سیاسیان افغانستان از مدت‌های زیاد است که میگن برای ساختن یک آدرس واحد و یک صدای قوی و یک آدرس قوی برای گفتمان صلح با طالب‌ها و پاکستان و کسان حامیان از اونها باید دولت افغانستان، کسانی که در کابل هستند، کسانی که در مدنی امی 18 سال در دولت فعلی بودند، اینا کسانی که به مسکو رفتند، کسانی که دیروز در سیاست بودند، در قدرت بودند و امروز مخالف سیاسی آقای غنی و عبدالله هستند، اینا باید در اجماع یک دیگر یک هیئت قوی گفتمان سیاسی را برای طالب ها بسازند که نساختند. و همچنان خود طالب ها مثل که در همی مذاکراتی که در اسلام آباد صورت می گرفت و آدرس رکونا دادن که ما با عمران خان میبینیم و بعدا این مذاکرات با امریکا و پاکستان ملغا شد و حتی با ولیعهد سعودی هم میخواستن ببینن، این نشان میده که اداره و اراده همی گفتمان صلح فعلا در دست افغانان نیست و از طرف خب حالا دیگر حالا بخاطر ازی که امو بلزرد یا هجوم اطلاعاتی به وجود نیاید، خیلی کوتاه بفرماین آقای ناصری که در قبال حکومت دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا حکومت در صدد ایجاد بن‌بست است در عدم برنامه‌هایی که میتونه مفید باشه در راستای صلح؟ متاسفانه اگر دولت یعنی آرزو و امید از این داشت و یا برنامه آژندای این می داشت که برای صلح یک هیئت قوی را ایجاد کنه، یک اجماع ملی در میان امی کسانی که در افغانستان حضور دارند و سیاست میکنند و احزاب سیاسی هستند و میان کسانی که در 18 سال در قدرت با می دولت و دولت مردان در یک کاسه بودند، متاسفانه این اختلافات درونی دولت مردان کنونی و انحصارگرایی از اینا و پس آقای ناصری، آیا می خواهید بگوین که حکومت نه بلکه اپوزیشن حکومت و یا کسانی که از بدنه حکومت خارج شدن مشکل زا هستند و فکر میکنین باعث بن‌بست این پروسه خواهد شدن؟ من متاسفانه با قضایای افغانستان گرچه در بیرون هستم زیاد در تماس هستم و میبینم و از گذشته هم در فعالیت‌های سیاسی بودیم، فعلا در شرایط کنونی کسانی که در افغانستان سیاست میکنن متاسفانه یک آژندای قوی ملی و یک برنامه برای واقعا امو مصالح و منافع مردم افغانستان متاسفانه وجود نداره. پیش سیاسی در افغانستان هر کس پای منافع خود است و میخواد و حکومت چگونه؟ خیلی کوتاه بفرمایید. حکومت در میان خود شما ببینید که بین سپیدار هر که یک دیوال بسیار کوچکی است و میتونن به پای از یک طرف به طرف دیگه برن، میان صدر اعظم یا رئیس اجرایه و رئیس جمهور به هفته ها دیدار صورت نمیگیره و امی تصامیمی که در هر سپیدار گرفته میشه هیچ ارتباطی به هم نداره. سپاسگزار هستیم. اگر وقت باقی ماند یک سوال دیگر با شما مطرح میکنیم، اگر نه همین مورد را میخوایم با آقای صافی در میان بگذاریم. صافی صاحب، د ناصری صاحب په وینا چې که حکومت ستونزې لري، توحید نظر نه لري، په بیلابیلو مواردو په ځانګړې توګه طالبانو سره دروغې جوړې په هکله، نو اصلي اړخ بیا د دوی په نظر سیاسیون دی، هغه څوک چې له حکومت د حکومت له بدنې خارج شو اوس په بیلابیلو ټیکټونو او چوکاټونو کې سیاسي فعالیتونه کوي؟ دوا موضوعات ته باید موږ ډېر په احتیاط ورسره برخورد وکړو. یو چې لومړی موضوع هغه دم ده، د سولې موضوع ده. اتلس کاله وروسته په افغانستان کې، څلوېښت کاله وروسته، د یو سیاسي جوړجاړي احتمال زیات شوی دی. دغه احتمال سره باید په احتیاط برخورد وشي، پر دې معنی چې د دغې فرصت نه باید ممکنه ګټه واخیستل شي که کیدل، اما دا پر دې معنی نه ده چې حتمی دا کامیابیږي یا به ناکامۍ سره مخ کیږي. ولې یو پروسه چې آغاز شي، سیاسي پروسه، نهایت هغه د ناکامۍ او د کامیابۍ د کامیابه کیږي په نتیجه کې، ولې وخت بیا معلوم نه. خو کرکټرونه او مهرې وړخونه دي چې کامیابۍ یا ناکامۍ، اوس څوک تاسو ګورئ چې کامیابۍ یا ناکامۍ؟ زه فکر کوم ګورئ بیا دویمه موضوع دی که ډېره مهمه دا ده چې ګوره دا پروسه کله شروع شوه. د ابتکار د امریکا متحده ایالاتو واخیست په لاس کې، او د پاکستان سره یې په همانګۍ اخیستی دی، او د سیمې د نورو هیوادونو سره هم په دې باندې کافي مشورې سوي دي، او خپلو متحدینو سره یې په اروپا کې هم مشورې کړي دي. بیا دلته سوله ییز سیاست په لاره اچول سوی دی. دا تنها فکر نه کوم چې د ټرمپ شخصي دغه وي، بلکې د امریکا متحده ایالات از هیواد د هغوی دا تصمیم دی که وکولی شي چې دغه په سوله ییز شکل باندې افغان کشالې نه ووځي اقلا، او دلته یو سوله ییز افغانستان تر شا پرېږدي.
نو دلته ګوره په داخل کې حکومت او سیاسيون باید دا نزاکت په نظر کې ونیسي خپل داخلي واقعیتونه سیمایز واقعیتونه او بین‌المللي واقعیتونه سره واقعیتونه که په نظر کې ونیسو د سولې د روانو هڅو د په وړاندې ودرېدل یا مزاحمت کول که هغه هر څوک وي زه فکر کوم دا سیاسي انتحار دی که دا که حکومت کوي چې زه فکر نه کوم او که سیاسيون یې کوي چې نه یې کوي زه فکر کوم مطمئن یم ولې دلته یو حلقه ورکه ده هغه حلقه دا ده چې د حکومت ضعف دا دی چې د سولې په موضوع کې د سیاسيون دوی په دې پروسه کې راښکل کړی نه دي که مشوره یې ورسره هم کړې ده هغه مشوره بیا د مشورې په حد کې پاتې سوه د عملي بڼه یې نه ده غوره ولې سوال هم ده دی خیا هغه خو زه فکر کوم دا تر ډیره پورې هغه تر زیدی د سیاسي دی یعنی د دې حکومت د لومړی په ټولو مسایلو کې دغه یو طرف ملي پروسه دا ملي ورته فکر شي اړتیا وبلل شي ټولو ته اهمیت ورکړل شي نو بیا ستونزه ولې راځي په ترين فرصت کې دا تدارک کېدلی سي زه فکر کوم په اواخرو کې دغه یو هفته کېږي چې د حکومت په ژبه کې هم تغییر راغلی او بیرون سیاسيون هم دې ته آماده دي چې د حکومت سره په دې برخه کې مشترک پلیټ فارم رامنځته کړي موږ ټول افغانان په دې متفق چې د افغانستان د حکومت او د حاکمیت د محور نه باید د سولې مذاکراتو ته ورننوځو اما دا داسې مذاکرات نه وي چې حکومتي اړخ بیا ضعیف وي په دغې سولې مذاکراتو کې دا قابل د باور نه وي نه سیمه په باور وي کې نه په نړیوال باور وي موږ فکر کوو چې د افغانستان چې څومره وسیع او همه شمول او د قوي موقف نه په دغې پروسه کې نه وځي او ښکیل سي دا د افغانستان لپاره ډېری منافع تمینوي په قطر کې پخوانی ډیپلومات صفت صافی او له جرمنی څخه د سیاسي نړیوالو چارو کارپو ښاغلی وایس ناصری را سره په لیک او په دغه خبرونه کې پرې بحث وشو د سولې بحث د نن شپې لپاره په همدې ځای کې رانغلی